یه چیزی شبیه به اینجا اینجا پیاده میکنم، میام چه کاری. حالا میتونه خیلی گسترتر از این باشه، میتونه خیلی ساده‌تر از این باشه، حالا هر کدوم که اوکی باشه میریم پیادهش میکنم. خب من اینجا دیوی دیوی خب اینا رو پاک بکنم، اینا برای فیلم های آموزشی رو که دارم میگیرم اینا من خالی میکنم. خب اینا چی هست به چه درد میخوره اصلا اینجا برای شما مهم نباشه، من میخوام این ساختار رو اصطلاحا پیاده بکنم و ببینید و جداولش رو هم بیارم تو در واقع نویکست ببینیم به چه شکل هستش. من اینجا به طور مثال یه دونه مدل S دارم و مایگریشنش رو هم باید داشته باشم. خب بریم من بسازم یه سری موارد رو. اینا تو امتحان نخواهد اومد، اصلا تو امتحانی نیست، اینا فقط برای بیشتر درک شماست که متوجه بشید به چی هست. این اصلا زنف وان و سی ال آر سی دی اچ دی آکس و اس بزنیم سی ال آر. خب من این رو میام اینجا فرض کنید من میام دقیقا همین چیزهایی که این گفته، حالا قطعه و اینه نمیذاره، من این رو اسمش رو میذارم پست، این رو میذارم کامنت. خب میخوام ببینم به ازای هر پست من میتونم بی نهایت کامنت داشته باشم و به ازای هر کامنت هم از رو هر کامنت هم میتونم وصل بشم به پست مورد نظر. وان تو ان رو میخوام، وان تو منی رو، یعنی در واقع میخوام پیاده سازی بکنم که به الان چیزی که میخوام پیاده بکنم تقریبا به تمام اسلایدهای بعدیتون ربط داره. پیادهش میکنم و تو اسلایدهای بعدی هم میایم اون رو به سال مختلف میزنیم و ببینیدش. خب من میام از دستور PHP Artisan Make Model مقدار اسمش رو میذارم پست و MC-MCRش رو هم میذارم که بیاد برای من جنریت بکنه همه مقادیرش رو، بیاد مایگریشنش. اصلا اینه چی هستش مهم نیست، من فقط میخوام اینجا پیادهش بکنم. بدونم اجازه میشم تو پیاده بکنه، بریم مقدار بعدی رو بنویسیم داخلش. من این رو هم هایت کنم تا بسازه برامون. یه دونم PHP Artisan Make Model در واقع کامنت و داش امش یا مایگریشنش فقط کفایت. خب منتظر میشم تا بیاد بالا. PHP Artisan Serve رو میذارم. تمام مواردی که تا الان درس دادم، حالا این در واقع یه در موجودیته، این هم یه موجودیته، اینها نام هاست یا صفت هاست، اینا هم صفت هاست. میخوام الان توی یه در زمان برنامه نویسی اصطلاحا میام پیادش بکنم. خب میام اینجا اینها رو میبندم و اینم همینطور اینم همینطور. خب من الان یه مقدار درست کردم به نام پست، یه مقدار درست کردم به نام کامنت که اینا با هم در ارتباط هستن و اینجا جداولشون هم درست شد. حالا جداولشون اینا چیه اصلا مهم نیست، باید در واقع لاراول بلد باشید و اینجا من دارم از یه زبان استفاده میکنم که به دیتابیس بتونم وصل بشم و اطلاعاتش رو دقیقا همون چیزی رو که این میخواد تو شکل نمایش داده رو بتونم پیاده سازی بکنم. فرض کنید پست ما یه استرینگ داره، مقدار در واقع تایتل داره و هیچی دیگه هم نمیخواد، یه مقدار در واقع استرینگ داره که یه ایمیج یه عکس داخلش هستش و یه دالر تیبل داره که یه تکست داخلش هم خیلی ساده یه مقدار داشته باشه به نام همون داخلش باشه تکست همین. خب ما جلسه قبل در مورد فارنکیه صحبت کردیم، گفتیم اگر شما میخواید مثلا اینجا یه پستی داشته باشه و این پست در واقع بتونه کلی کامنت داشته باشه، باید این مقدار پست که اصطلاح پرایمری کی پست هستش، مقداری که در اونش هستش، بیاد بره توی کامنت ها قرار بگیره که ما به عنوان یک رابط داشته باشیم، اصطلاح کلید خارجی داشته باشیم. خب میگم اوکی، اینجا بریم تو کامنت، باید بیایم این رو پیاده سازی بکنیم. باید بیاید اینجا برگردید بگید که حالا کامنتتون اگر تیبل باشه و یه استرینگی داشته باشه، به طور مثال بزنیمش کامنت رو بگیم طرف در واقع فول نیمش رو وارد بکنه، اسمش رو یه تیبل، حالا مثلا یه استرینگ هم داشته باشه، یه ایمیلش رو هم وارد بکنه و در نتیجه یه کامنت هم بتونه بذاره. حالا فرض کنید تکست زیاده استرینگ یه کامنت و در نهایت مثلا براش مشخص بده 500 تا بشه و حالا میتونیم تایید بکنیم که ادمین نشون بده یا نه. خب این دیگه حالا زیاد چیز نیست، ممکنه طرف مثلا حرفای نامربوط نوشته باشه. اسم این رو میذارم اکتیو و در نتیجه شما باید اینجا حتما بیاید بگید که پست هر دونش اصطلاحا رابطه داره با
میتونه با کلی از کامنت ها رابطه داشته باشه. یعنی چی؟ اگه بیاید اینجا توی سایت خود من به طور مثال اینجا مثلا طرف وقتی نظر میذاره، خب این نظر باید بیاد برای همه ارسال بشه دیگه، در واقع برای این، فقط برای این دوره هستش، خب فقط برای این قسمت SQL سرور، حالا آموزش تو یوتیوب هستش، فقط باید بیاد اینجا نمایش داده بشه تو این صفحه. خب پس من هرچی باید بیام اینجا قرارش بدم، باید چیکار بکنم؟ این یه آیدی داره 100%، این آیدی ها رو باید داخل این کامنت جاگذاری کنم، یا اصطلاحا فارنکیش بکنم که فردا اگه خواستم اینجا اطلاعاتم رو نمایش بدم، حالا مثلا کلی کامنت من داشتم، خب قرار نیستش که تو همه صفحات همه کامنت رو نمایش داده باشه، اصلا یه کامنت هایی هستش مثلا مربوط به لاراونه، خب قرار نیستش که تو صفحات نمایش داده، مثلا اینجا اومده اینجا یه سری مقادیر رو گذاشته، خب فقط باید تو صفحات خودش نمایش داده بشه. خب بریم اینجا این عملیات رو یا فارنکی ها رو قرارش بدیم. من فعلا اسکیول رو نمیخوام توش بگم که چه جوریه، میام اینجا دارم بهتون آموزش میدم، میام میگم تیبل یه مقداری داره به نام در واقع فارن، خب یه مقداری داره به نام فارن و بعد مشخص میشه. قبل از اون شما باید یه آنس، حالا اینا رو نیاز نیست بدید، من بعد اول مشخصش بکنم این بنده خدا رو اسمش هستش مستقیم، اینو اصلا نیاز نیست یاد بگیرید و دالر تیبل مقدار فارن مقدار پست آی دی و رفرنسش کالمش از آیدی و از کدوم جدول، اینجا باید براش مشخص بکنید جدول پست، نگاه کنید من دارم وصلش میکنم، میگم به پسته یا وصل شو و یه مقدار دارم به نام آن دیلیت، بعدا بهتون میگم چیه توی شبکه ای کاربرد داره. من اینجا دارم میگم این پست آیدیه که الان اینجا اومد تعریف شد فارنکیه، رفرنسش میدم به آیدی مقداری که اینجا هستش، به این آیدی دارم رفرنسش میدم و دارم میگم برای کدوم تیبل، برای پست به این شکل، و در نهایت میگم که اگر اومد این پست مقادیرش پاک شد، مثلا پست شماره 1 اومد پاک شد، پست مربوط به سرور پاک شد، همه کامنت های مربوط به این خودش به صورت خودکار پاک بشه و همین ساده. خب بریم تو فیلم بعدی رو مایگریت بکنم ببینید.